مرتضی نیدابود به سال 1279 در خانواده ای آشنای با موسیقی چشم به دنیا گشود. پدرش بالاخان با تار و ضرب آشنایی داشت و مشغله اصلیش موسیقی بود. بدین گونه مرتضی از سالهای نخستین زندگی گوشش با موسیقی درآمیخت و اندیشه‌اش جز به سوی موسیقی نمی‌رفت. پدر برای او آرزوهای بسیار در دل می‌پرورید و می‌خواست از او دانشمند برجسته‌ای بسازد. مرتضی بر اساس خواست پدر در مدرسه آلیانس به تحصیل دروس عمومی پرداخت، ولی مرتضی که به روایت از خود او دل در گروه عشق موسیقی داشت، از قیل و قال مدرسه می گریخت و هر روز پنهانی با ساز پدر خلوت می کرد و می کوشید به یاری هوش و فراست سرشار خود تار نوازی را بیاموزد. پدر که از ماجرا آگاه شده بود، در آغاز به نصیحت او نشست و از او خواست که به درس و مشق اصلی خود بپردازد و موسیقی را برای آینده بگذارد. ولی عشق مرتضی فزونتر از آن بود که با نصایح مشفقانه پدر فرو بنشیند. بدین گونه پدر زیر تأثیر عشق بزرگ پسر دست از مخالفت شست و او را نزد استاد زمانه آقا حسین قلی به شاگردی برد. پیشروی‌های شتابنده مرتضی 10 ساله استاد و دیگر شاگردان او را به اعجاب و تحسین وامی داشت. 6 سال شاگردی مشتاقانه در محضر آقا حسین قلی سبب شد که مرتضی مجموعه ردیف استاد را به کمال فرا گیرد. پدر مرتضی که دیگر خود از این همه شور و شوق پسر به هیجان آمده بود، فراگیری های او را کافی ندانست و او را به محضر درویش خان روانه ساخت. مرتضی در آن زمان در حدود 16 سال داشت و ردیف آقا حسین قلی را به خوبی می شناخت و می نواخت. فراگیری نزد درویش خان نیز به زودی به پایان آمد و مرتضی خود کلاسی برای تدریس تار بنیاد کرد. مرتضی حتی به کلاس درویش خان نیز کمک می رسانید و بعد از ظهرها بعضی از شاگردان درویش را تدریس می کرد. پس از مرگ نابهنگام درویش خان، همه شاگردان او برای ادامه فراگیری به کلاس مرتضی خان روی آورده شدند. مرتضی نیدابود از سال 1319، سال بنیاد رادیو ایران، به این سازمان پیوست. در واقع موسیقی رادیو با نواخته‌های او و همکاران او آغاز شد، چرا که او و هنرمندان برجسته دیگری چون ابوالحسن سبا، حبیب سمائی، حسین تهرانی، ابراهیم منصوری و جواد معروفی شب تولد رادیو ایران را در یاد ماندنی ساختند.
مرتضی نیداوود 10 سال در رادیو ایران به کار پیگیرانه اشتغال داشت. برای خوانندگان شهره‌ای چون قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روحانگیز، ادیب خانساری، بدیع زاده و بنان ترانه ساخت و به همراه آوازهایشان تار نواخت. در میان ساخته‌های نیداوود که به گفته خودش به رقم 200 می‌رسد، ترانه‌هایی چون مرغ سحر، شاه من، ماه من، مرغ حق و آتشی در سینه دارم جاودانه رنگی از جاودانگی خوردند. به ویژه مرغ سحر با کلام زیبای ملک و شعرای بهار شهرتی همگیر یافته است، تا آنجا که پس از ملوک زرابی خواننده نخستین ترانه، خوانندگان زن و مرد دیگری تا زمان حاضر به استمرار آن را بازسازی و بازخوانی کردند. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را بر شکن
مختصر مختصر کن. استاد نیداوود خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردی و برنامه چهره های موسیقی ایران آمدی. تشکر میکنم. فکر میکنم اولین پرسش میتونه در زمینه تارنوازی در قدیم و در حال حاضر باشه و تفاوتهایی که بین شیوه های کهن و شیوه های جدید هست، یعنی رساتر بگم بنده، آیا شیوه که آقا حسین